به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض درود و سلام بینندگان و تماشابینان گرامی به برنامه بازچگب خوش آمدید. همراه برادر بابا جان قیومزاد هستم و انشاءالله مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. شروع میکنیم از قضیه اون سه وکیل دفاع بین المللی که به تاجیکستان رفتن. از این شروع میکنیم. سه وکیل دفاع، یک تن از روسیه و دو تن از ترکیه، به تاجیکستان رفتن و هدف خود را هم گفتن که از نزدیک شناسیدن به قضیه بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همچنین قضیه وکیلان دفاع آنها که بازداشت شدند. خبر رفتن آنها هم در رسانه های مستقل کشور بازتاب یافت. دگیر خوساو وکیل دفاع و رهبر سازمان درکان در روسیه که رهبری این هیئت را به عهده میگیرد، روزی 22 ژانویه در صحبت به آزادی گفته است: نخستین کاری که تا حال آنها انجام دادند مراجعه به وزارت کارهای خارجی و دادستانی کلی تاجیکستان بوده است. او همچنین میافزاید که ما میخواهیم در دایره های قانون تاجیکستان وارد عمل شویم، به قانون های تاجیکستان شناس شدیم و آنها به ما حق میدهند. ببین، میگوید ما به قانون های تاجیکستان شناس شدیم و آنها حق میدهند که از سرنوشت باز شده های این حزب، حزب نهضت اسلامی، با خبر گردیم. ما نازکی های شرقیانه را خوب میدانیم، اما از هر امکان قانونی برای دفاع از بازداشت شده های هند استفاده میکنیم. سرنوشت اکثری بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی معلوم نیست. آنها در زندان چی حال دارند و چگونه با آنها برخورد میشود نامعلوم است. میخواهیم با آنها صحبت کنیم و از احوالشان با خبر شبیم. ولی این میگوید که ما قانون های تاجیکستان اجازت میدهند و اونا میگوید که ما یعنی وضعیت یا نازکی شرقیانه رو که خود اون از ترکیه است و شرقی است، میگوید اون روس است، از روسیه است. ولی یعنی به هر حال میگوید که این نازکی های شرقیانه رو میدونیم و از سرنوشت بازداشت شده ها معلوم نیست و باید ما خبر بدیم. امیل خانم، امیل الدریم وکیل دفاع ترک که از این هیئت است، میگوید که وای از حالا برای واخوری با ظرف و رحمانی مشاور حقوقی رئیس حزب نهضت اسلامی که بازداشت شده است درخواست صحبت داده است. او میگوید که سر و صدا درباره وضع و حال رحمانی در زندان روز تو روز بیشتر میشود و او میخواهد که از نزدیک اصل قضیه رو فهمد. یعنی در رسانه های خصوصا تیپ بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی اونجا گفتند که این ظرف و رحمانی مورد آزارهای جنسی قرار گرفته است و این میگوید که اشاره به همون میکند که من میخوام، این که خود زن هست، وکیل مدافع زن است، میخواد که من از قضیه ظرف و رحمانی بشند. این وکیلی ترک افزود اگر به ما اجازه صحبت ندهند، گمان ما به فشار اذیت در بازداشتگاه به واقعیت نزدیکتر می شود. اما ما باور داریم که جانب تاجیکستان به قانون های داخلی و قانون های بین المللی عرض گذاشته، به ما چنین امکان را فراهم می آورد. در صورت رد این درخواست، ما به این قضیه به طور جدی سازمان های بین المللی را جلب خواهیم کرد. بله، اینها در اینجا گفتند که از قانون تاجیکستان با خبر هستند و اگر واقعا مانع گذاری شود در صحبت ها و دیدار اینها با بازداشت شده ها، اینها باز اقدام های یعنی بعدی را هم در دست دارن، پیش بینی میکنند که اگر اونها اجازه ندهند مسئله رو به سازمان های بین المللی میکشند. این در حالی هست که در آذربایجان اون خدیجه اسماعیل و روزنامه‌نگاری بازداشت شده که به 7 سال زندان محکوم شده است، عمل کلونی، اون زنی جورج کلونی، هنرمند امریکایی، بله، و یعنی وارد این قضیه شده است و یک از عضوی همین هیئت دفاع از همین اسماعیل، خدیجه اسماعیل شده است. بسیار کارشناسان میگویند که ورودی عمل کلونی
یعنی بله. امیدوار کننده است. چی طوره که اون روزنامه‌نگاری مصری به نام محمد فهمی که در الجزیره کار میکرد اون رو بله. بازداشت کردن و این دخالت همین سعی و کوشش همین بود که بر اساس عفو عمومی که از طرف رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح سیسی شد اون آزاد شد و امید دارن که دخالت اون و وکالت یعنی دفاعی که این روزنامه‌نگاری آذری رو بر عهده گرفتن عمل کلونی امیدوار کننده است و شاید که در این قضیه کمک کنه و واقعا هم این هم یک چیزی خوب است که بازداشت شده های حزب نهضت و وکیلان مدافع که بر به همین سبب بیچاره ها بازداشت شدن اونها هم وارد شدن وکیلان بین المللی این به نظر من یک قدم خوب و امیدوار کننده هم هست. بله ببینید در اینجا متاسفانه یک مشکل دیگر هم هست، یک قضیه دیگر هم هست که حکومت ما اینقدر ترس دارد، اینقدر نگرانی دارد از وکیلان و از حقوق شناسان که دیروز وقتی که این هیئت وارد دوشنبه شدن با قرار بود وکیل دفاعی محمد علی حیت جمشید یاروف و خواهر بزرگمهر یاروف که اونها میخواستن بله خاصیت یاروف میخواستن راهنمای اینها باشن، با اینها مشورت کردن و میخواستن و در نفس ترجمان هم باشن، همچنین ترجمانی کنن و یک کار کنن که اینها برای مثلا هم برای چون یکی از اینها تنها هدفشون بازداشت های نهضت نبود، بزرگمهر یاروف اینها درخواست ملاقات با بزرگمهر یاروف با ظرفا رحمانی با سید عمر حسینی با اینها رو داشتن، پیشنهاد کردن در بدادستانی و میخواستن که اونها هم مثلا اون خاصیت و جمشید یاروف هم میخواستن در این قضیه همکاری کنن با اینها، ولی متاسفانه دیروز از نزد مهمانخانه اینها چگونه که در خبرها اومد جمشید یاروف غیب میزنند، یعنی اون را برای صحبت دعوت میکنن، دیگر تا حال هیچ کس نمیداند کجا است، هیچ خبری، هیچ حتی هیچ سازمان و وزارتی هم کجا بودن شه بله. و عهده نگرفته است. وزارت کارهای خارجی با گزارش آزادگان گفته است که ما خبر نداریم، وزارت کارهای داخلی بله. و شما ببینید بیگاهی اون روز خاصیت غیب میزنند، خاصیت یاروا خواهر جمشید اونم غیب میزنند و تو حال نمیدونن کجا است. این کی هستین، چی هستین، این ترس از چی است؟ وقتی که شما ببینید اگر یک نفر از هیچ کسی نترسد کارش رو پنهانی نمیکنند، یعنی اگر واقعا بازداشت شده های هیز و وکیلان اونها گناهگار باشند، اگر گناهگار باشند از چی میترسید؟ برای چی میوید شما مردم رو میدزدید پنهانی کار میکنید؟ این ربودن است واقعا، درست است یا نه؟ این آدم ربایی است اصلا. ولی وزارت داخلی کشور گفته است که ما خبر نداریم، اطلاع نداریم از این حادثه، ولی اگر نزدیکان اونها به ما مراجعت کنند در این صورت ما میتونیم که در این قضیه دخالت کنیم. یعنی ببین یک وزارت دفاع، وزارت داخله که مسئولیتش حفظ حقوق امنیت شهروندان هست میگوید به اون میگویند که بله فلان آدم ها از شهروندان تاجیکستان ربوده شدند و از اونها هیچ درکی نیست. وزارت منتظر میستد که تا از اون خانواده اونها مراجعت بیاید و بعد دست به کار شود، یا اینکه این وظیفه اش هست که اونها خودشون برون به خانواده بگن که شما پیدا کردی از پشت کار شوند. ببینید با وجود همه این مثلا وقتی که این کار رو میکنن با خاصیت با جمشید معلوم است که اینها از ترس این کار رو میکنن، نمیخواهن که این قضیه با شکل درستش به این ادوکات های بین المللی برسند. بله. خوب. ولی با وجود این از طرف دیگر میخواهند یک گونه به ادوکات های بین المللی فشار روانی هم وارد کنند با این راه. این یک نوع ترساندن اونها هم هست. یعنی گرفتن ترجمان و راهنما و به راهنما ماندن. اینها رو میخواهند از این طریق یک فشار بیارند. ولی ببینید در همین جا یکی از دیگر ادوکات های حاضر بودند گلدن سونمیز وکیل دیگری ترک میگوید از هیچ چیزی برای فعالیتشان در تاجیکستان سری ترس ندارند، زیرا به قانونی بودن کارشان باور دارند. او گفت ما آشکارا وارد شده ایم و به مقامات هم هدفمان را روشن کرده ایم، دیگر از چیزی خوف نداریم. اما یک عباره دیگر نیز هست که فقط ابله از چیزی حراس ندارد. یعنی ببینید شما چیزهایی که یک ادوکات
وارد میکند، صحبت میکند. یعنی این منظور حرف آخر منظورش چی است؟ یعنی شما این مردم را اینقدر فشار میارید که با این تهدید با حراس مردم را ترسانده استوده اید. یعنی شما این کار را کرده استوده اید. ما این را درک میکنیم، ما این را میفهمیم. و حالا گزارش های اینها خیلی مهم است در سازمان های بین المللی و بعد از اینکه مثلا با آشکارا هم تاکید کردن که میخواهند در آینده با سازمان های جدی تر با سازمان های بین المللی قضیه را پیگیری کنند و این امیدواریم که در آینده یک نتیجه مثبت بدهد و یک تاثیر خوبه بالای این قضیه برساند و قضیه واقعا ظالمانه که بو امروز بالای بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دولت تحمیل می شود، تهمت ظالمانه از بالای اینها برداشته شود. اینها که رفتن تاجیکستان دیدن ها، این که دو راهنما و از یک خانواده که برادر اون هم زندانی هست بازداشت می شوند، ناپدید می شوند و اونقدر رفته فشار و ترس در مردم می بینند، اونها از این وطن چی برداشت تأثیرات خواهند داشت؟ طبعا که منفی است. درست است؟ البته. یعنی در جای این که مقامات ما با اینها همکاری بکنند و واقعیت رو نه رفته اونها چیزی طلب میکنند در اساس قانون بکنند، برعکس میگیرند فشار اینها میارند و این میتید نتیجه برعکس. بله همین است. خبر دیگری که هست این است که طرح تغییرات به قانون مطبوعات حلقه تنگتر میشود. یعنی باز یک تغییرات الهه با قانون مطبوعات داخل کردنی هستند که به این هم سنزور و این محدودیت های شدیدی که وجود دارد در مطبوعات باز میخواهند که این را رسما واقعا این تا امروز این کارهایی که کردند غیر قانونی و قانونی، بله، بیشتری از روزنامه‌نگاران رو باور کنید اگر به گریه آورده است. بله اکثریت اون روزنامه‌نگارانی با وجدان صاحب استقلال رو، اونهایی که برای خودشون مستقل هستند و فکر روشن و دلشون به ملت میسوزد، اونها را به گریه آورده است. واقعا میگن این. بله. به خصوص شما یک بار تصور کنید رجب میرزا برای چی مجبور میشود بگوید که دیگر میخواهم برای روزنامه ها چیزی ننویسم. محض به خاطر این همین فشارها است. ولی اینها به این اکتفا نمیکنند. شما ببینید یک چیزی عجیب است واقعا. یک بار ما باید از اول نگاه کنیم. خوب اگر حکومتی که نو تاسیس می شود برای اینکه بیستد روی پایش بیستد و راه های رشدش استوار شود، باید در ابتدا یک چیزای قانونی سخت و سیف داشته باشد. خوب وقتی که یک حکومت مستقر شد، جای خودش رو گرفت، دیگر همه چیزایش نهادها جابجا شد، به طور طبیعی معمولا در کشورهای به پیشرفته چنین است، قانون ها رو به نفع ملت و مردم سبک میکنند، کم میکنند، فشارها و محدودیت ها رو از بین میبردارند. همین اگر بیاییم یک بار به قانون های کشورهای پیشرفته نگاه کنیم، برای مثال امریکا در چند سالی که بعد از این که جنگ جهانی دوم تمام شد و آمد، ببینید چند بار چند تغییر و تحولی در قانون های خودش انجام داده است. همه قانون ها در رابطه با رفع محدودیت ها بوده است. بله. نه محدود کردنی بیشتر. بله. تمام کشورهای اروپایی هم همچنین. بله. همه کشورها وقتی که حتی همین در همین سالهای اخیر هم فکر کنید، بله، سر و صداها روی چی است؟ روی این است که باید آزادی بیشتر به خبرنگاران داده شود، بله، به تحلیلگران، به جامعه شهروندی، به اینها داده شود. بله. ولی در ما برعکس است کاملا. بله. این نظامی که امروز این قانونهایی که امروز در کشور ما صادر می شوند، این خاصی کشورهای دیکتاتوری است و خلاص. بله. همه کشورهای غیر دیکتاتوری، کشورهای دموکراتی در این چارچوبه تغییر قانون می دهند، آزادی می دهند مردم را، دستشون را باز می گذارند، برای رشد بیشتر شرایط فراهم می آورند و قانون ها در عموم به نفع ملت و به نفع کشور است. ولی در کشورهای دیکتاتوری چی؟ همیشه مردم را محدود میکنند. بله. همیشه خبرنگاران را باید محدود کنند. همیشه کار کنند که اون مطبوعات است یا که جامعه شهروندی است، حتی قانون تشکیلات ها، شما ببینید تشکیلات های جمعیتی را هم آوردن در یک بچه حد قرار دادن. ادوکات ها را، حتی ادوکات ها را آمدن برای اون امتحان گذاشتن، در حالی که در هیچ جای دنیا، در کشورها، اگر هر کشوری که بخواهد پیش برود با چنین قانون ها پیش نمی رود. بله. کشور پیشرفت میکند که، بله، اون هر یک نهادش مستقل باشد،
اون آزادی خودش داشته باشد و بتواند در آینده در همون چارچوبه به راحتی فعالیت کند، پیشرفت کند. یعنی در کشورهای اکثر پیشرفته مثلا آلمان و انگلستان، آمریکا، هر کجای نظر کنیم، قانونها واضح هستند، شفاف هستند و زیاد هم نیستند. بله. ما داریم قانونی مسئولیت والدین میکنیم، قانونی تنظیم میکنیم، قانونی دیگر میکنیم. هر چی رفته قانونها رو زیاد میکنیم. با گفته که امروز در فیسبوک از طرف انیس ایرالیف یک چیز از اقتباس از فیلسوف خطایی چینی لاوتزو اومد که این فیلسوف چینی لاوتزو گفته است که هر وقتی که قانونها و امرها زیاد شوند تعداد دزدها و راهزنها هم میافزاید. بله کاملا درست است. ببین ما چی قانون تغییرات های قانون تغییرات هایی که در قانون ها در همین چند وقت اخیر صورت گرفته است. ببین قانون مطبوعات که می شود، قانون ادوکات ها، قانون با چی تشکیلات های جمعیتی، تشکیلات های جمعیتی، دیگر قانون های خیلی زیادی هستند که تنها به خاطر محدود کردن. بله ولی قانون قانون این روابط علاقه. بله یعنی اینقدر مثلا ازدواج نمیدونم شما تصور کنید، کودکس اویلا، کودکس اویلا نمیدونم. واقعا یک ما شما ببینید یک واقعیت است خوب در جامعه ما. اگر ما بخوایم که این را اثبات کنیم گپی این فیلسوف رو شما خودتون تصور کنید، امروز قانون تنظیم صادر کردن خوب. بله هر جایی که می روید میگن که باید از چند نفر زیاد نباشد مهمان. بله. خوب ولی اون رئیس محله است، رئیس تنظیم محله است، میآید چیکار میکند؟ یک پول میگیرد میرود و چی شد؟ دزد زیاد کردند اینو، تمام هیچ چیز دیگر نکردند. اون طبقی آشی خوب خوب مال همون مال همون می شود. یعنی اون گوشت همه چیز برای اون جدا می شود. واقعا این زیبا تاجیبا رهبر اجرایی اجنسی اطلاعاتی از یه پیلوس می گوید در صورت قبول شدن تغییر الهی نابقون مطبوعات به فعالیت رسانه های مستقل دیگر خطی بدلاک کشیدن ممکن است. یعنی این قانون جدید، این علاوه تغییرات جدید به قانون مطبوعات چیکار میکند؟ به پراکاتورا و حتی به پرکروری که مربوط به پراکاتورا است حق میدهد که در بستن بازداشت کردن رسانه ها به آسانی یعنی این حق را به اونها میدهد که بازداشت کنند یا که یک رسانه را چی ممنوع کنند. تقریبا گفتی همین زیبا تاجیبایی و با این قانون بله. می توان گفت که دیگر از بین بردن رسانه های مستقل است. بله. چون هر یک کسی به اصطلاح مقامدار بله. این حقوق پیدا میکند که یک روزنامه یا یک سامانه مستقل رو بندد یا اینکه او را به دادگاه بکشد و بله. نمیدونم دادگاهی کنند. یوهان بیرز رهبری بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان بین المللی گزارش گران بدون مرز این گفته است که اگر قانون مطبوعات در تاجیکستان تشدید یابد جای تعجب نیست، چون که تمام تمایل های اخیر در این باره دلالت میکند. بله یعنی ببین چی گفته است. خبر و معلومات در تاجیکستان تحت نظارت شدید حکومت است، مطبوعات مستقل زیر خطر است. تنها چند روز پیش من درباره تاسیس یک مرکز یگانه نظارت اینترنت و خدمات موبیلی خونده بودم، همون بله. قانونی علاقه که بله. صادر شده بود. اصلا بعد انتخابات پارلمانی 2015 ما فشار فزاینده بالای ژورنالیستیکای مستقل در تاجیکستان رو مشاهده میکنیم. بله. این از زبان یک تحلیلگر یا اینکه به اصطلاح کارشناسی بله. بین المللی است. بله. مسئول است، نظارت میکند، نه درک کرده است چی است. این دیگر تنها حزب نهضت نیست که به شما میگوید آخی، این دنیا شما را فهمیده است است که کجا میروید. دیکتاتور شما را همه دنیا درک کرده است، ولی باز هم میخواهند همون عمر حکومت خود را با چنین قانون ها دراستر کنند. این مسئول سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز از پاریس باز در اینجا افزوده است که با او خبرها درباره مورد فشار قرار داشتن ژورنالیستان تاجیک خیلی زیاد میشنود. حتی تهدید پخش نوارهای ویدیویی علاقه های جنسی ژورنالیستان را هم به گوش میرسند و میگه سبب این همه جریان ها به شدن وضع امنیتی و هم سیاسی کشور است. بله یعنی ببین میگوید که نه تنها فعالان سیاسی مورد چنین اقدام های غیر اخلاقی مثل ثبت نوار از اونها بله. بلکه ژورنالیست ها هم چنین به چنین اقدام های غیر اخلاقی بله. روبروخ
تهدید میشن، تهدید شده استودان. یعنی واقعا هم ببین در ادامه میگید که ما شنیدیم که در ارتباط با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چند ژورنالیست از جانب خدمات امنیت و هم برای پوشش نامطلوبی حادثه ها در وحدت مورد فشار قرار گرفتن. گفت شما تصور کنید وقتی که یک نفر ادوکات واقعیت رو از زبان سید عمر حسینی بیان کرد، امروز رفت کنج زندان. با تهمت چی؟ با تهمت چی؟ تروریسم. تروریسم از طرف دیگر قلابی، نمیدونم، تمام تهمت رو به سرش بار کردن. بله. این یک ادوکات مستقل خود زیرو با اون ذهنیتی که مسئولین ما دارن، زیرو هر کسی که از تروریست بله. به نظر اونها تروریست است، کمک دفاع حتی از حقوق اون میخواهی دفاع کنی، پس تو هم تروریست هستی. اینجا یک گپ خوب این مسئول سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز خیلی خوب گفته است که در آینده نزدیک این فشارها افزایش خواهند یافت بله. و ژورنالیستان در تاجیکستان عیناً مثل مخالفان سیاسی مورد فشار قرار میگیرند. یعنی مخالفان سیاسی را دور بله. کردند، بیرون از کشور کردند و فعلا که جامعه مدنی رو نمایندگی بیشتر میکنند از حد این ژورنالیستان هستند. پس برای حکومت، برای وضعیت امروزه تاجیکستان، برای در این حکومت دیگر ژورنالیستان جایی هم نخواهند داشت. بله. متاسفانه که واقعا هم اگر ما نگاه کنیم اینقدر ما کمبود اطلاعات داریم. بله. اونهایی که هم مرز افغانستان هستند اکثرا اون کانال های افغانستانی رو تماشا میکنند. بله. اونهایی که کانال های در نزدیکی ازبکستان هستند کانال های ازبکستانی رو میکنند. بله. و این 2 میلیون، 1.5-2 میلیون مهاجری که در روسیه و قرقیزستان دیگر جا هستند، اون هم معلوم. بله. یعنی ما ملت تاجیک چی شدیم؟ شدیم کمبود اطلاعات و حکومت میخواهد تنها اطلاعاتی به مردم بدهد که اون میخواهد. بله. از راه اون سنزور شده بعد می آید. ولی یک چیز واقعیت است، شما این رو اگر درک کنید می بینید که در عموم تمام فشارهای حکومت امروز بالای دیگراندیشان و مخالفین سیاسی است. بله. ولی شما یک بار تصور کرده می تونید که حکومت با این سیاستی غلطی که پیش گرفته است بله. تمام نهادهای جامعه رو مخالف خودش قرار داده ایستاده است. برای مثال من واقعا تعجب میکنم از این سیاستی که نمیدونم اگر کمی آدم های با عقل در این حکومت نشسته باشند و تحلیل کنند به چنین سیاست ها راه نمیدهند. ولی من حیرانم که کیست که میخواهد اکثریتی قشر آگاه و روشن فکر جامعه را مخالف سیاسی حکومت کند. برای مثال شما یک بار بیاید تصور کنید وقتی که با مسجد در افتادن، با ریش در افتادن، اکثریتی درست اینها با ادعای چی؟ با ادعای اینکه افرادگرایی و اینو وای خب نه. ولی آمدن مسجدها رو مهن کردن، ریش رو دست دادن، سطر رو دست دادن، اصلا نماز، روزه، نماز، به همه چی. وقتی که با این برخورد کردید شما علاقه قشر دیندار جامعه رو مخالف حکومت کردید. بله. میخواهید نمیخواهید دیگه اونها مخالف سیاسی شما هستند. بله. درست است که اونها دیندارن ولی اونها حق رای دارن، اونها انسانی هستن که فکر دارن، حق زندگی میکنن در جامعه. و میخواهید نمیخواهید هر کسی که در تاجیکستان است اکثریت او مسلمان است آخر. بله. او به ارزش های اسلامی احترام دارد، حداقل اگر اون مثلا من واقعا در این سیاست عجیب و غریب این حکومت دوران حیران میشوم. بله. درست است شاید مردم ما مثلا بسیارش بر ریش مثلا ریش نگذارند. بله. یا که مثلا حتی اون زنایی که سطر نمیبندند. بله. ولی همین که میدونن که این دستور خداوند است و اون احترام دارن و اون مبارزه نمیبرن. بله. خب من این رو انجام نمیتیم ولی میدونم که فرمان خداوند است، میدونم که دستور خداوند است. خب شاید در این کمبودی دارم ولی مخالفت با اون نمیکند. ولی حکومت وقتی که با اون مخالفت میکند این در مخالفت با حکومت قرار میگیرد. بله. و این طبیعی است و هرچند اظهارم نکنند. اظهارم نکنند. بله. این یک طرف قضیه است. دوم طرف قضیه ببینید وقتی که تشکیلات های جمعیتی، اکثریت تشکیلات های جمعیتی ما تشکیلات هایی هستند که برای حمایت از نمیدونم قشری چی میگن دهقان ها قشری کم بزاعت دهقان ها و همچنین اونهایی که مثلا جلب یاد دوباره به یادم اومد تشکیلات نشاط زرافکی در زمینه به مکتب جلب کردن دخترها برنامه داشت.
خب یکی از برنامه هاشون تشکیلات های جمعیتی ما در این سمت ها کار میکردن. حالا اون اکثریت اون تشکیلات ها وقتی که مردمی که با اونها سر کار داشتن به اونها کمکشون میرسید، بله اونهایی که کمکشون کمک این تشکیلات ها با اونها میرسید، اونها هم چی میگن؟ میگن کمک کم، وقتی کم میشه یا اینکه با اونها ارتباط قطع میشه یا یک گونه میشه، اونها میفهمن، درک میکنن بالاخره که از اون تشکیلات ها میفهمن که حکومت بالای اینها فشار آورده است. به طور طبیعی اونها در مخالفت با حکومت قرار میگیرن. یعنی شما روز به روز این رو با این عمق درک این مثلا میرسن که این واقعا با این سیاست اکثریت جامعه رو در مقابل خودشون قرار دادن. بله. یا نمیرسن، من حیرانم. به عنوان جاسوسان خارجی نگاه کردن. البته تشکیل با تشکیلات ها وقتی تشکیلات جمعیتی جون میکند، من باز همی حیران میشم در این چیزا و همون سخن استاد مویدین کبری به یاد میآید که اگر اونها جاسوسی خارجی باشن، اگر اونها از خارج پول هم بگیرن، اخو آورده برای هم مردمی کم بیزاعت داده ایستادن. مثل شما از برق تاجیک و از بانک ملی 800 میلیون نمیدوزدن برن بانک های خارجی. بله. پول ملت رو نمیگیرن، انداز و نلاگ و ملت رو نمیگیرن ببرن در بانک های خارجی پسنداز کنن. بله. ولی برای ملت آورده ایستادن اخو. بله. ولی چرا اینها باید مجازات شوند؟ چرا اینها باید فشار آورده شوند و دزدها در اینجا آزاد بگردند؟ همون گونه که حتی 800 میلیون را میدزدن بله. بالاتر میروند. بله. این واقعا مردم دیگه این را درک میکند. ما باید این وضع بله. این مسئله رو باز کدام درست قشرها؟ خب تشکیلات جمعیتی را گفتیم که اونها میشود. جورنالیستان که امروز به اونها فشار آورده ایستادند. بله. این میشود. از طرف دیگر نگاه کن وقتی که زیایی ها را واقعا قشری مظلوم جامعه ما هستند، زیاییان شاید از مظلومترین قشر هستند، واقعا همین را قبول دارم. ببخشید من در اینجا یک دخالت میکنم، در تاجیکستان وقتی میره یک آدم میبینی که در دستش کتاب هست و یک ساعت منتظری مشروطکه هایی چی میشود، بله. میفهمی که یا معلم است یا بله. یک شاعر است یا نویسنده است یا اونه که برادر عزیز من شاعر محترم اسفندیار نظر بله. تصویر میگذارد. بله واقعا جالب است این تصویری اونم. ولی شما باز هم نگاه کنید قشر زیاییان از همون در مخالفت قرار دارند، از استاز شکوری و استاز قناعت و بله برز و همه اینا دیگر استثنا نیستند. ولی از طرف دیگر درست است که اینا با یک تزویری بعضی ها را با مثلا چیز کردن، ولی آخر وقتی که در بازار مثلا اون دکاندارانی که صرافی ها را داشتند اونها رو محکم کردید، اونها در مخالفت شما هستند، صاحب کارو در اون نه تنها بله نه تنها اون صاحبان صرافی ها، اکثریت خانواده اونها که از این حساب نان میخوردن امروز در مقابل شما هستند، امروز با شما مخالفند. این واقعیت ها رو درک کنید دیگه. اونها امروز در مقابل شما هستند. از طرف دیگر شما ببینید در بازارها، برای مثال بازم مثال میارم بازار سلطان کبیر رو، یک نفر در بالا میشیند، مثل همین حکومت از بالا تا پایین اکثر جاها رو همین کردن، در بالا میشیند تمام مردم بازار مثل غلام برای او کار میکنند، او شده است یک فرعون برای خودش. ولی باز نفقه دارد تا نفقهش هم از 8000 بالا میره. بله. اون شده است مثل یک قارون، تمام مردم برای او مثل غلام کار میکنند در بازارها، انداز از طرف دیگر بلند، اونها فکر میکنند جانبداری حکومت هستند. هرگز. اون اندازه که شما از اونها میسیتونید، اون رشوه که از اونها میسیتونن مسئولین شما، خیال میکنید اونها جانبدار حکومت هستن؟ هرگز. یا اون زنهایی که در دهات امروز میرون مثل غلام بیچاره ها جان میکنن، واقعا وقتی من به دهات میروم خیلی نراحت میشوم، خیلی زیق میشم راستی گفت، برای که در اونجا فقط میبینی که زنان و کودکان کار میکنن در دوران پخته، چون مردان نیستن، در روسیه هستن، در پخته زنان، در راه روم زنان، در هر جایی که سختی هست زنان بیچاره. ببینید وقت بغیر از این، با وجود اینه که زنها در اونجا کار میکنن و یک چیزی که از زمین میرویونن چی میشود؟ دوباره میان نلاگ زمین از اونها میگیرن، پول آب میخواهند از اونها بگیرن، اون هم کم نیست. شما تصور کردن نمیتونید که یک زمین تقریبا نمیتوند خرج نلاگ و نمیدونم همون چیزهای حکومت هم پشوند. این واقعا هم این است. از اون جویبارهایی که از بله حتی جویباری که از داخل خانه هاشون میگذرد از اونها پول میگیرند، برای آب از اونها پول میگیرند، ولی حتی یک جویباری اونها رو درست نمیکند حکومت.
اینا مردم درک میکنن دیگه، میفهمن در واقع، در واقع حقی همون چیزی چی میگن وزارت آب هست که وقتی که از مردم پول میگیرد باید جویبرهای اون مردم رو تازه کند، تعمیر کند، آب رو درست برساند، ولی امروز در اکثری منطقه ها کمبود آبی برای کشاورزی است، چون که جویبرها تازه نمیشوند، کارکرد نمیشوند، آب کم شده است و اینها همش مشکلات دارن. این مشکلات چی شده است؟ مشکلات چی دست در درد سر مردم، ولی حکومت، حکومت باز هم آورده است میآید با یک قانون های میگذارد که مردم رو با احساسات مردم بازی میکند. درست. و مردم یک بار از این حکومت نفرت پیدا میکند. درست. برای اینکه حکومت، مردم با حکومت نزدیک شوند باید یک کاری برای رفع نیازهای مردم هم بکند این حکومت. میگد من آش بلند میکنم مثلا، وعده میدهد یکمش عمل نمیکند تو چند سال، از سال دیگر هم که اگر عمل کند اون معاشی که اون آدم میگیرد هیچ فرقی با همون سال گذشته نمیکند اگر بلند هم شود. بله. برای چی؟ برای که در سال گذشته اگر یک دلار 100 دلار 500 سومونی بود، این سال شده نزدیک 1000 سومونی، 900 سومونی. چی شما اگر همون 500 سومون رو به او میدادید یا 900 سومون هم بدید هیچ فرقی نمیکنه، چون که تمامی اشیا در تاجیکستان طبیعی است که باز قیمت میشود. درست است، بسیار صحبت های خوب کرده دوستم. یک قشری رو پرتفته، قشری چاپلوسان اینها چی ها باور کنید؟ قشری چاپلوسان اگر این حکومت به کمترین مشکل دچار شود، اولین گروهی که به این حکومت پشت میکنن و دوباره به این حکومت ضربه جانکاه میزنن همون چاپلوس ها هستن، به این شک نداشته باشید، همیشه همین طور بوده است. یعنی به نظر شما حکومت اون دوستان واقعی که دارن، ژورنالیستان صادق، بله، زیایان صادق، دهقانان و صاحبکاران صادق، اینها رو همه را ضد خود کرده و تنها با اون چاپلوسان تکیه کردن، این خطری واقعی در زندگی هم میشود که آدم وقتی شرایط دارد چاپلوس ها زیاد میشوند، ولی آدمی درست و واقعی کسی است که چاپلوس ها نمیکند، ولی تکیه به اون دوستان و به اون رفیقانی میکنند که جانی هستند، واقعی هستند. درست. اونهایی که نصیحت میکنند اون دشمن نیست. بله. اونهایی که این شما انتقاد میگیرند دشمن نیست. بله. اون از دوستی واقعی. اون دشمن شما اون کسی هست که چیکار میکند، اون شما را تعریف بیجا میکند، شما را یعنی کمبودیوتا نمیگوی. این دقل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی. اینها، اینا، این چاپلوسان همون مگسان گرد شیرینی هستند. میبینید روزی که مشکل به سر حکومت بیاید، کمترین تغییراتی بیاید، چی اتفاق خواهد افتاد؟ همونها اولین گروه خواهند بود. بله. این بود برنامه بازچی‌گپ. تا برنامه آینده، خدا حافظ شما باد.